یک جوان نامش فراموش کرده، زبید نام داشت، فرزند یک زندانی اعضای فعال حزب نهضت اسلامی بودن، 5 سال زندانش کردن. و دیروز یک خبر دیگه در برآمد که یک مصفد 87 ساله را بردن با زندان کردن، این هم همون اعضای حزب نهضت اسلامی. خب اینجا من یک چیز میگم که هر نفری که تاجیکی گپ میزنه، شهروند تاجیکستان، پاسپورت تاجیکی داره، در تاجیکستان زندگی میکنه، حتی تاجیکی هم گپ نزنه، شهروند تاجیکستان باشه، او دیگه گروه بازیش یک طرف، او شهروند تاجیکستان. ما شما حق داریم که در کاری که مثلا مشکلی در پیش میاد، یک بلا به سرش میاد، دستگیریش بکنیم، اقلا به زبان، با مبلغ یا که بعد جان و دل یا که نمیدونم با جسم نتونیم، به زبان میتونیم، به زبان هر یک تیم شما میتونیم. نگاه کنید برای چی زندان کردن او جوانه و این مصفده. او 4 سال پیش من میگفت گفتم که رحمانوف نه با جوانو نه با پیرانسولو با هیچ کار هم نمیکنه. شیخ تیمور بود که اونا زندانش کرد با گرف کشتش، بی رحمانه کشتش. دیدن این بی رحمه، این تماما نمیفهم مسئولیت چیه، انسانیت چیه، این نمیفهم. یا را زندان کردن سببش همین بود است که یا با اویله های نفرهایی که از طرف حزب نهضت بودن یا که فعالاش اعضاش زندان شده بودن، با اویله های هم کمک میکرده بودن. برای همین خاطر که شما با اویله های هم کمک کردید، 5 سالی او جوانه و این مصفیده روانه زندان کردن. این چی معنی داره؟ شوهر تا زندان میکنم، فرزند زن تا گشنه میمونم که بمبرن یا که بیان در پیش پای من بغلطن، زوره کنن مرا، زوره کنن که پیش پای ملت مرا ببخش، شوهر مرا ببخش یا که مرا نام بته. این هم یه هدف شد. چی یک نفر از زندان کردی نانوری خونه میگن یا که سردار اویله، زنش چی گناه داره، فرزندش چی گناه داره که او را یک نفر اومد کمک کرد، تو را میبری زندان میکنی. اینجا میگم که دشمن تنها او محبوس نیست، اینجا دشمن نمو فرزنده و نمو حتی اولاد شد. از امینا بعضیش شاید اولاداش هم میبرن میشنونه که شما شاید با طریق تلفن با این صحبت میکنی که پنهانی او را کمک میکنی. این هم جنبا به مسئولتی ما و شما هست. شما بدونید یک چیز ما پیشنهاد میکنم هموطنان گرامی که صدقه میگیم که من بهترین صدقه را در انمی زندانی هایی که سیاسی هم یا یکی که به تاریخ دیگر بگم زندانی هایی که نفر هایی که بخاطر مردم شیشتن، حتی نفرش که بگناه هم شیشتگی باشن، این هم یاد از صدقه کردن. اگر بتونیم به داخل زندان به همون شخص را نتونیم، اویله های نمی را صدقه کردن، کمک کردن، خیر کردن که بالاتر این نفر هایی که ازادن فقیرن که کم کم بغل از صدقه میکنید، ثوابش بالاتره. شما حق حق هم دارین، حق دارین که نمی حق در گردن شما هست، مسئولیت که بغیر از اینکه دفاعشون کرده نمیتونین و بخاطر شما شیشتن. این همی از گب زده استم، همی مسئولیت های برای من، من خیلی مسئولی اسم میکنم که گب زده استم و ایرم با خاطری گب زده استم که ما ایمون ظالم نجات بیابیم. من تنها نه یا که تو تنها، همه نجات بیاورد. انا برای همین صدقه بهترین معامی را میفهمم و توصیه هم همین را میکنم که اویله های هم بارا، فرزنده هم بارا کمک نیم، کسی که میتونه صدقه بهترین هست. در اینجا این حق نداشت رحمانوف که ایو را زندان کنه، یک بچوره یک به پدر حساب میخنه و یک همون شهروند تاجیکستان کمک کرده، چی اینجا این حق نداشت ای را زندان کنه؟ اینجا باید رحمان خودش وقتی یک نفر از زندان میکنی فکر نمیکنی که کودک یو چی میخواد، زن یو در چه حالت قرار میگیره، اویله یو را فکر نمیکنی. اگر ختم ای مسئولیت میگریزی یو داره که یک مجوگا شده بود، پنهان شده بود، این گرفتنه که یا که فرار کردن ای بسیار دوست میداره یاد گرفته گیه، در پراگ فرار کرده، در فرانسیا، شویتسیا، در روسیه چند بار فرار کرد، این فرار رو که خیلی بگم گرختنه که میگریزه، گریزونچک میگن یک کودکو، وقتی خودش این مسئولیت میگریزه، مای ما یک مونه بود
وقتی ویروس اعلان کن یک مو پنهان بده، یک کسل بده، یکی ترسید که ما کسل نشم گفته یک نام برم، یک مو گرفت بود ای مسئولیت گرفت بود پنهان شده بود. نکن او 500 تن خدمت کجا شد؟ میلیارد هایی که اگر با سومونی صحبت کنیم با دلار میلیون ها میلیارد ها دلار هزار ها یورو صد هزار ها یورو کجا شد؟ داروها تونه تونه کجا شد؟ مسئولیت کجا شدن؟ هیچ حساب ندادن، فقط 245 ماشین ولایت سوخت، 150 ماشین شهر بدخشان یا که خروق یا که ولایت مختار کوهستان بدخشان، 300 ماشین ولایت ختلان، توفان پیشوای ملت مردم فریب کردن. انا باید که نفر از زندان میکنی، باید اویلای را فشیر شد بکنی. وقتی خودت میگرزین هن من میدم زیدم در مسکوه یک نفر بیمار میشه یا فوت میکنه، از دیگر برادران سنجام میکنم. اوغی وظیفه حکومت است. رحمانوف نمی کار به شما حواله کرده گه. مسئولیت با گردن شما مونده، شما میگه که خیر حکومت نمیکنه. برادر همین نمبر می همین در برزن پولی که خیر کنین، همین مو کساله یو که مرگ برادری که مرده همین روان کنین. این مسئولیت حکومت است، سفارت است. اما اون پاسپورت خارجی داره، پشت اون را بخونه چی نشته گه. در هر مشکلی میگلتن در زودترین فرصت سفارت در نزد شما حاضر میشه که با سفارت مراجعه کنید.